دورت بگردم آقا رضا، چطوری داداش؟ خوبی؟ قربونت. کجایی؟ ما نیستیم، ما کم پیداییم یا تو کم پیدایی؟ دو هفته بود، یه هفته تقریبا لایف منو زده بودن. حقیقت بگم نمیتونستم لایف بزنم. دوست دارم. نه خیلی دوست دارم. نه میذارن دیگه. من اهل فالوور و نمیدونم گیفت و پیفت و اینا نیستم. من میام حمله میزنم در حد بنز، رد میشم میرم مرحله بعد. دمت گرم، زنده باشی. انشالله که به اهدافت برسی، اهداف خیرت. ما اهداف رسیدیم الان، ما فراتر از اهدافیم الان. ما فاتحیم، خیبر رد کردیم، به فاتح رسیدیم. هیچ کی مثل من نمیتونه گردن کشی بکنه اهداف. چه خبر سید دیگه؟ دورت بگردم، فدات شدم داداش رضا. همه چی خوبه، شکر خدا، شکر خدا. ما دو روز سعی کردیم جواب بی‌ادبانه رو ندیم، میان اصرار مکرر دارن، یعنی اصرار، یعنی پاره کردن خودشون رو که من بهشون بی‌ادبی بکنم، مثل خودشون بی‌ادب باشم. خودم رو کنترل کردم، انشالله من بعدم همینجوری ادامه میدیم که جواب بی‌ادبانه رو ندیم. سید من یه چیزی خدمتت بگم، نمیدونم چرا یه عده اصلا بدون دلیل، بدون هیچ گونه سندی مدرکی، بدون اینکه اذیتشون کرده باشی، میان لایو میذارن، فحاشی میکنن. نمیدونم اینا مشکلشون چیه. مگه ارث باباشونو خوردی؟ یه تعداد میبینم، من جدا میگم، ها تو فضای مجازی. آقا سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله به شهدا و صدیقین. نو کرم برو عزیز، فاشاتی فاشاتی عزیزه بی جان، عزیز دلم، غلام ادبتم، غلام ادبتم، فداتون بشم. من میتونی تصویر منو بزرگ کنیم؟ آره چرا نه، بفرمو. اینم چیزای واسه این مدرک برای سینا هستا. ببین میشه بزرگش کرد. ببین سینا، این مال توه به این راحتی. داداش تو لایو من الان فردا میاد میگه، سینا میاد میگه سید تو اینجوری کردی، تو را دادی. همین، فقط در همین حد میخواستم بگم ما مشرفیم باران چیزی که اینا خیالشان را نمی کنن. همین یارو با بچه هست بهش، اینا میخوان برن مشروب یا سیگار بگیرن، ازشون آیدی کارت میخوان. ده خدا، اینا مزه عرق هست، ماچ کردنی هست. این هم کچولوی ماست هایی. او سینا عزیزم، این هم کچولوی ماست. ابی این لایو سید سینا نیست، او خودمون اختصاصی کار میکنیم، ولش کن. من میخواستم یه سوال فقط بپرسم. چرا؟ نو چرت. خب به عنوان یه شاهد، کسی که مثلا دورادوری قضیه رو نگاه میکنه، یه تعداد لایو میذارن، فوش خوار مادر میدن به سید، نمیدونم ارث باباشون رو خوردی، ازدواج ناموفق داشتی با خوار مادرشون، مشکل نمیدونم واقعا اینا کیان چیان، دنبال چی میگردن؟ هموطنیم. ببین نباید هموطن به هموطن بزنه، این خیلی خیطه. آقا سید هم خیلی خوشم میاد تا ببین من به عنوان یه مخاطب، یکی بیاد با آقا سید فوش بده، آقا سید جوابش نده، من نمیگم ترسید، میگم این با ادب بود، این پهلوان بود، اون بی تربیت بود، اون کم بی شخصیت بود. ببین یه نفر به من میگفت که من بکنم، من فلانم، من چنانم، گفتم مشکل نداره، تو بیا رو شونه من بشین، تو لندن میچرخونمت. بگو ملت من ابرو کردم، مردم تشخیص میدن، تو منو کردی یا من تو رو کردم، یعنی اینی که تو الان رو شونت گذاشتم. میگن عاقلان دانن. آره دقیقا میگن عاقلان دانن. از این مقام چی میگم؟ آره میگم که این همه فوش و توهین که میکنن، فکر نمیکنن یه دفعه ای دانه دو فحاشی استاد کار تمام بیاد، من بیام حمله بزنم بهشون؟ نه به جون خودم. آخه بدون دلیل وقتی کسی فوش میده، یکی بابا یه چی بهت بگم، بگو دایی بگو. بعد اینجاش خیلی بده، میگه زن ایرانی، اسم زن ایرانی میاره، میگه این زن، این بابا زن ایرانی است، من داکومنت اونم میذارم، ولی نه تو لایو شما، تو لایو خودمون. بعد
میاد به زن ایرانی توهین میکنه. ببین تو اگه زن ایرانی هستی هیچ، من ببین ندیدم زن ایرانی تو لایو بخواد به زن ایرانی توهین کنه، این از کجا به حیا داره. دیشب ما توی لایو بودیم، کلیپاش داره یواشاش میاد بیرون. ببین بچه‌ای که تو لایوید، چه سلطنت طلبا، چه انقلابیا، چه قشر خاکستری، شما وقتی که خوابید ما بیداریم، ما امنیت خواب شما رو تضمین میکنیم. دیشب یه دختری افغان به نام زینب بعد ایرانی میگفت، من و رضا کافی رفتیم بالا ترکوندیم پیجش اومدیم. خب ما پلیس تیک تاکی، ما پاسبخشیم، میریم سر پاسلا سر میزنیم کسایی که سمپاشی کردن، ما پاکسازی میکنیم، ما منطقه آلوده رو پاک زنم. انقدر انسان ها این به یه درجه از شعور برسن که مشکلاتشون رو بدون فحاشی و تهدید حل بکنن. من منتظر لحظه شماری و ساعت رو میکنم. خیلی هم سخته این امید، ولی انشالله محقق میشه. آسید پشت جانم اون موضوعات رو لطفا داخل لیو سید نکن. من میخوام یه قضیه رو قشنگ مشخصی بکنم، علت و انگیزه یه عده که میان فحاشی میکنن، توهین میکنن به سید چیه؟ تا جالب اینجاست اصلا هرچی نگاه میکنم، نه فامیل دورن، نه فامیل نزدیک، نه داد و ستدی با سید داشتن، نه سید با اونا داد و ستدی داشته. مشکل چیه؟ مشکل چیه آخه؟ مثلا یارو لایو میذاره، من دیدم دیگه آقا، جدا میگم به دکمه لباست هم پشت میدم به خدا دقیقاً آخر میگه اگر ناراحتت کردن در کار خود موفقی، اگر ترکت کردن با تو بودن لیاقت میخوان. سه تا جمله خیلی قشنگی هست. میگن اگر چیز کردن ارزشت زیاد است، اینجور چیز هست. خب اگر بتونی کردن بدم که ارزشت زیاد است. آره ببین، یا میخوان مثل سید باشن نمیتونن، یا میخوان جای سید باشن نمیتونن. حرف آقا رضا، حرف پشت سر، پشت سر اسمش، سر اسمش مشخصه، پشت سره. از قدیم میگن سید رو بگیرن، من یه پیشنهاد بهشون میدم. خب من تو عنفوان جوانی جایگاه خودم رو بهشون میدم، چرا میرم به سید فاشی میکنن؟ تا ما آویزون میکنم به اینا، میگم آقا بیا من دنبال جایگاه این، دنبال ببین به قرآن من کار ندارم. اینا یه عدهشون به خاطر اینکه من خیلی خوشتبم کنستم، اونم سیبیلای گردن کلفتی دارم، ماشاءالله. اینا حسادت میکنم. بذار عکس تو گنده بکنیم ها. آره عکس رضا رو گندش کنید لطفا، بذار ببینن حالش رو ببرن. من آخه نیستم الان، در یه جایی هستم نمیتونم. قد شد صداد داری؟ من با اجازتون من میتونم برم پایین، چون یه سری نامه است باید پراف کنم، امضا کنم، گردشگاهش بفرستم رو میز آقا رضا. رضا با سرباز زندان بفرسته پیش قاضی کشیک، چون الان دیگه جمعه قاضی کشیک هست دیگه، الان دیگه قاضی ها نیست، قاضی ناظر بر زندان الان هست، آقای موسوی، آقای کشاورز و قاضی کشیک، اونم آقای زارعی هم هست، بفرسیم بره تا آقای زارعی هستش. خوش هم میدوست یا علی بازد خوش باشی. آمارا رو درست بودن، قاضی ناظر بر زندان. من نوکرتم، در پناه خدا باشی. یعنی من دارم نوکرتم بچه ها، خدا فرصم. یعنی میگم من این دیدم آقا یه راه لایو میذاره به جون خودم، به شماره کفش تو هم فوش داد، به شماره کفش. آره داداش اینا ببین دقیقا میخوام ببین اینا یارو شنیدی میگن ادبت ما رو کشت. خب ادب ما اینا رو کشته، سوزونده، پدر پدرشون رو در آورده، برای همینه به قول تو حتی به بند کفش ما هم فوش میدن، چون دیده نمیشن، دست به هر کاری میزنن. شنیدی اون مسئله و کردیاتی دیریم نگشت با نکنه ایشو یارو نام ناش هات نام در بکر ریا و خویا تا او رو نام در کرد. یه یکی بود هر کاری میکرد تو جمع بزرگا راش نمیدادن، اسمش اصلا به زبون نمیومد، هیچ که اصلا تحویلش نمی گرفت. آخر سر گفت آقا چیکار کنم چیکار کنم، رفت تو جمع بزرگا، شهرش کشید پایین، معذرت میخوام گلاب براتون کسافت کاری کرد. از اون روز اسمش می اومد، هر که هر داستانی می گفت یادت میاد فلان کس فلان روز شهروالش کشید، اینجوری اسمش رو به بدی آوردن، به خوبی نیاوردن.
اگه اسم میخوای در بکنی داداش من، عزیز دل من، نازنینم، با بدی چرا میخوای بد معروف بشی؟ داداش بیا یه کار، چهار تا کار خوب بکن، چهار تا حرف خوب بزن، بزن مردم اینجوری تو رو بشناسن، به نیک بشناسنت. باور میکنی خود توی تیک تاک؟ من فقط، من همین الان میگم، صد بار دیگه میگم، میام کارم انجام میدم، بعد از اینکه لایف تمام شد اول به خودم میخندم، بعد به همه اینا که به من فوش دادن میخندم. هیچ تأثیری اصلا برای من نداره، ولی به عقل معیوبی اینا شک میکنم. حالا یه بحث کنیم، من نمیدونم این اصلا، شما باید درخواست بفرستی اصلا، من نمیدونم فالوورات تکمیله یا نه که بیای بالا. سه تا فالوور داری میگی منو بیار بالا، باید 1000 تا بشی پسر خوب. با جرثقیل هم نمیتونی بیاریش بالا. باید 1000 نفر بشی تا بیای بالا. بعدش مثلا میخوام به قول خودت یه نامی تو این تیک تاک، آخه تیک تاک چی؟ اولا نام توش در دومن، حالا گیری میخوای نام در بکنی، موفقم نیستن، بعد میان توهین میکنن، فحاشی میکنن به دیگران، اسمشون در بیاد. آخه با توهین و فحاشی نهایتاً هم اسم در بیاد. من چیزی بود بگم آقا رضا داداشم، اونایی که اومدن روزای اولی که من اومدم تو تیک تاک، خب 1000 تا رو پر کردم، لایو دادم، میدونی اومدن به من چی؟ اینجا سید آیفوش، این اینستاگرام نیست، اینجا تیک تاکه، فلانت میکنیم، بیسار گردن کلوفتی. خب ببین، من هنوز یه ماه نشده، یه ماه خورده نشده تونستم بیام لایو بدم، رفتم هم اونا رو نگاه کردم. هنوز تازه 1000 تا رو پر کردن، 1100 تا، 1200 تا. خب بعد تازه اینا خودشون سابقه دارای تیک تاک میدونستن، میومدن به من تهدید میکردن. رفتم نگاه کردم، بابا اینا لایواشو نگاه میکردن، لایو 9 نفری گذاشته 11 نفر توشه، 9 نفر 11 نفر. خدا رحمت بکنه آقا وحید مرادی رو، میگفت 10 نفری جمع بشین یه کمپوت نمیتونیم باز بکنی. حکایت همین هاست. برای همینه داداش من، گل من، عزیز دل من، این علامت تعجبی که پرسیدی چرا میان با من بیادبی میکنن، فحاشی میکنن، از اینه. خیلی هاشون اینجوری میسوزن. خیلی باور میکنی خب؟ من اصلا این فن و فیت تیک تاک رو زیاد بلد نیستم. منم بلد نیستم، به جدم پسو بلا، منم بلد نیستم. پای پسته من نگاه بکنی خب؟ اصلا چون که بلد نیستم، پای پسته من نگاه بکنی، نه برای کسی میفرستم پستو، ویدیویی که میذارم، نه اون پایین هم می نویسم فور یو، نمیدونم یوتو چی تو، یه چرت و پرتای می نویسم که بره بالا. همینجوری یه پست میذارم، تو 20 دقیقه نیم ساعت 3000 4000 ویو میخوره بدون هیچ، چون کار خدا پشت منه. خب حالا کار نداریم، اصلا برای من اینا افتخار نیست. یه عده میان موضوع اصلی، حالا برگردی به قضیه اصلی، آقا چرا بگو مثلا آقا یکی اون ور دنیاست، من این ور دنیا با چه کارش دارم؟ فوش خوار مادر رو نمیدونم، بند کفش و شماره سایز پیرن و رکابی تن سید و نمی، همه چی فوش میدم. آقا به چای خوردنت، به پوشیدنت، به سیگار کشیدنت، به همش. بعد اینا فکر کردم مثلا من 2 روز اومدم تو تیک تاک، گفتم برین یه سرچ بکنین، برید گوگل. بعدم شاکی میشن همینا، میاشن آقا ما هر جوری میریم ما اینترنت رو باز میکنیم، سید آیپوش، سید آیپوش، سید آیپوش. یه جوری هم میاد میگه انگار مثلا یوتیوب یا فیسبوک یا تیک تاک یا اینستاگرام مال جد آبادشه. خلاصه همین میگم این کار اشتباهه. اجداد مادری شما مورد تعرض جنسی اعراب قرار گرفتن و نسلی به نام سید پدید آمد. بله، ولی مورد تجاوز قرار نگرفتن برادر من، به اختیار خودشون پای سفره عقد نشستن. نه، پای سفره عقد نشستن، به اختیار خودشون نشستن، اتفاق دو نفر مرد و زن ایرانی و عرب نشستن با هم پای سفره عقد، مثل همین الانی که تو میری خب با یکی دیگه ازدواج نشستن. آقا با
با هم ازدواج کردن، نسل سادات هم معلومه، یعنی من الان پدرم میتونم پدرم شجره نامه دارم بگم آقا پدر من کیه. ولی خب من از تو یه سوال دارم، میتونی بگی آقا پدر تو کیه؟ نسلت از مغول، از چنگیز، از اسکندر، از تاتار؟ مگه فقط عربا به ایران اومدن با زنای ایرانی ازدواج کردن؟ اونا اومدن ازدواج شرعی کردن، قانونی کردن آقای قاسموس. خب ولی مغول اومد، هرچی پسر بود، هرچی مرد بود، حداقل جانم ببین من یه دیدگاه دیگه جواب بدم. آقا من نگاه میکنم میبینم که حداقل، یعنی حداقل قدمتی که سادات دارن 1400 سالش مشخصه. بله خیلی، 1400 سال یک ساعت دو ساعت نیست، اندازه مثلا شاید بگم 20 تا جد اندر جد میشه 1400 سال. خب خب این حداقل 1400 سالش مشخصه. به قول خودت یارو بلد این پدر بزرگش کیه چیه. حالا کار نه، انسانی شریفه، ولی نه این کار ببین الان بازم میگه شما نسل تجاوز اعراب، خود تو هم نسل تجاوز مغول هستی، اسکندری، تاتاری، به چیت مینازی؟ به چیت مینازی؟ بیا به ما بگو به چیت مینازی؟ بارا من همینجور به صورت کامنتی حتی بعضی موقع دایرکتی بهش گفتم بابا فحاشی نکنید، این فحاشی مسئله تو که فحاشی صبح تا شب فحش بده، یه ساندویچ از فحشات میتونی بخری؟ به قرآن نه، به قرآن یه تیکت اتوبوس هم نمیتونی با میلیون ها فحش بخری. خب اینا یه گمراهن باید داری. من یه سیگار بکشم گربین رو چیز کنم برگردم یه سیگار بکشم. بفرمایید سیگار بکشید. رو تلویزیون ننداز بعد موقع کپی رایت میشه. رو حواست باشه کپی رایت میشه چیز سریع کسی ریپورت بزنه ریپورتشو اکسپت میکنن. من این بندازم بیرون. من جواب تو زدم، هر موقع تخم پدرتو اووردی به ما ثابت کرد تو تخم پدرتی هم مغول و چنگیز نبود، اون موقع بیا به سادات حرف بزن. ساداتی که 1400 ساله از ایران و شرف و ناموست دارن دفاع میکنن بی ناموس. سادات برو قبرستونا رو نگاه کن، مزار شهدا رو نگاه بکن، ببین چقدر شهید دادن در دفاع از تو. بعد تو بی ناموسی، تو غیرت نداری، به ما ادعای ایرانیت میشه ولی داری به مادران ایرانیت که 1400 سال فرزندان ایرانی به دنیا آوردن داری توهین میکنی. بی غیرتی دیگه. برو بیرون بی غیرت تر از اینا من نیدم. الان خودش معلوم نیست کدوم گور و گور شده، یه نمیدونم کشور داره زندگی میکنه. داداش اینجا تو اروپا 6 سال 7 سال 8 سال ما بین همینا هر قانون زندگی بکنی، زبانش یاد بگیری، کار بکنی، به شناسنامه چی میدن؟ اون کشور رو بهت میدن دیگه، درسته؟ فهمه سید بزرگوار. من بعد از 8 یه مدت بود میدیدم کسایی که طرفدار پهلوی و اینا هستن به دیب اسلام و به سادات و به قرآن و پیغمبر و اینا فحش دادن. بعد من رفتم یه چند تا کتاب مطالعه کردم، این برابر سرچ کردم، دیدم بابا همین زن شاه سابق ایران هم پدرش سید بوده هم مادرش، یعنی تبابایی است. رحمت به شیر مادرت. آره اینجا جای تأسف داره، جای چند تا علامت سوال. حالا زنازاده گرفته بود، مورد تجاوز گرفته بود دیگه. چقدر اینا مغزشون چی بگم؟ خدایا چه مثالی در مورد اینا بزنی؟ من نمیدونم. نه یه مقداری آدما احساساتی میشن، یه جایی نمیدونم
به رو تعصب و اعصاب خرد کنی یه فاحشیایی میکنن، بعدش متوجه میشن که چه اشتباهی کردن. خیلی از این کسایی که توهین و فاحشی میکنن، خب صبح تا شب هم الان این ور مرز نشسته، اون ور مرز پدر و مادرش صبح تا شب تو مساجد و تو تکیه ها و اینا دارن برای امامامون همه عزاداری میکنن، تو تولداشون جشن میگیرن. میسوزن. اینجا جای سوال امامام و پیغمبرامون این همه محب دارن، عاشق دارن، اینا آتیش گرفتن. خب بعدش یه مقداری هم سواد ندارن، نه سواد، نه بینش سیاسی دارن، نه سواد اقتصادی دارن، نه بلدن مثلا مباحث ژئوپلیتیکی رو چیز تشریح بکنن، نه بلدن مثلا اقتصاد روز رو مثلا بفهمن چیه، سیاست روز رو بفهمن. یه ادمیان یه کارایی میکنن اصلا آدم بعد جالب اینجا مثلا نگاه میکنی 29 سال، 30 سال، 40 سال عمرشه، نزدیک 18 19 سال تو زندان بوده. تویی که تو زندان بودی خلاف کردی دیگه. بعدش میاد یه دفعه به قرآن توی تیک تاک همه شدن. خب الان تیک تاک دیدی که فصل تابستونه تقریبا، تیک تاک خلوت شده. میدونی چرا؟ نه. چون همه اینا تو ناسا کار میکنن، الان خیلی هاشون تو کره ما هن، نمیتونن اونجا لایو بذارن، همه شدن ریجو. نه باید جالبتر بگم، حالا ناسا یه ذره شد مثلا شد، ولی باور کن همه این براندازا رو میبینی الان تابستون همه با شرکت هواپیمایی ایرانی رفتن ایران، دارن اشغال میکنن با پاسپورت ایرانی. نمیگم مثلا من میبینم، آره نگاه میکنم اصلا توی تیک تاک نزدیک 90%شون دبیرکل سازمان ملدن، 10% میمونه، اون 10%شون هم ریاست جمهوری های کشورهای مختلفه، یه 5-6% هم میمونه تو خونه های اینا کار میکنن. اصلا آدم میمونه اینا چجوریه؟ آقا در جایگاه خودت مرتب منظم به اندازه سوادت بینشت صحبت بکن، آزادی، آزاد اندیش باش دیگه، چه کار داری به دیگران؟ اگه دیگران اومدن به توهین و اهانت کردن شما جواب بده، ولی متاسفانه یک ریز یه طرفه فقط توهین. منطقی غیر از فحاشی نداره. خب داداش من اگه زه بدی من رفع زحمت میکنم، یا باش من برم یه سیگار بکشم، میخوای با بچه ها صحبت کنم، من یه سیگار بکشم زبایی. اگه میخوای لایو ببندی مشکل، اگه میخوای سیگار هم بکشی من باشون یه صحبت ریز داشته باشم، صحبت میکنم، من یه سیگار بکشم اون بر بیام، چون دو گفتی برگردونم چیز میشه دوست الان بیم نداره مشکل. من کامنت هم نگاه نمی کنم، چون وقتی که صحبت میکنم قشنگ گوشی میارم نزدیک دهنم، اصلا کامنت نبینم، تأثیر نذاشته باشه روی افکار و اندیشه و گفتار من. عرض بشه که من متاسفم برای یه عده که همشون هم رئیس جمهورن، این رئیس جمهورای بدون سواد سیاسی اقتصادی، سواد نمیدونم اینا، در حدی نیستن که اصلا گوشی هوشمند داشته باشن. باید از این گوشی نوکیا 2.0 قدیمی ها بهشون بدی، زمانی که میرن سر کار به زن و بچهشون بگن آقا ما رسیدیم، زمانی هم که اومدن خونه خب گوشی رو بزنن شارژ، برای فردا دوباره یه بار دیگه به زن و بچهشون بگن ما رسیدیم سر کارمون. در اون حدی نیستی که بیاین توی مسائل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک اصلا نظر بدید. میان در همه رئیس جمهور، این همه رئیس جمهور فراری از کجا اومده؟ کشوراتون رو چرا ویل کردین؟ همه ریاست رئیس جمهورای عزیز، یه عده لنگان لنگان میان توی تیک تاک مثلا میره توی چیز، توی یه شرکتی کار میکنه، این سطل زبالا رو پاک میکنه، ولی یه دفعه شب میاد یه گوشی هوشمندم دستشه، سریع میشه رئیس جمهور نمیدونم خاورمیانه، یه رئیس جمهور که یه کشورم قبول نمیکنه، خاورمیانه 30-40 تا کشور با هم. واقعا متاسفم براتون دیگه، شما رو نباید نصیحت کرد، شما رو باید کلن دیگه تخریب کرد، تحقیر کرد. شاید به خودتون بیایید چقدر شماها بی مصرف شدید، اینقدر میان تو تیک تاک فحاشی میکنن، از او از زن و بچه طلاق میگیره، نمیدونم زنه میاد صبح تا شب فحاشی میکنه، شوهر اینو ول میکنه. خب معلومه دیگه، وقتی همه نگاهت، همه توجهت معطوف بشه به این که
صبح تا شب بیاد به مردم فحاشی بکنی، توهین بکنی، کمتر دیگه میتونی به زن و بچت برسی. اون زن و بچه هم دیگه کم کم از تو فراری میشن. حداقل به فکر خانوادتون باشی. زیاد توی این فضای مجازی هشتک و دشتک و خشتک و نمیدونم توهین و فحاشی به مردم نکنید. آرام باشید، آرام. بفهمید عزیز دل منی، بذار من اینو بندازم بیرون. شما برو بیرون، اینجا جای تو نیست. نوازش و یواش یواش میکشم رو سرشون، اگه لازم شد دست میکشم رو سر جنس نرمشون هم دیگه، خودشون میدونم منظورم که تا ارشاد بشن. سلام سلام به آقای، ببخشید، صاحب لایف و آقا رضا. آقا رضا همه دوستان کافی و منم سید آیپوش هستم، خیلی خوش اومدید. سلامت باشین. من گپای شما رو خیلی گوش دادم آقا رضا، مخصوصا گپای شما رو در دیگه لایوام. فقط از شما یک سوال دارم، خواه اگه جسارت نباشه. سوال من اینه که شما خودتان آقا رضا طرفدار حکومت ایرانین یا طرفدار ملت ایران؟ فقط یک سوال، اگه نخواستین جواب بدین اشکال نداره. ببینید یه تعریفی از حکومت و ملت ایران برای شما اخص مردم افغانستان کردم که ملت و حکومت دو بازوی از هم جداست. نه، ملت عین دولت است، دولت عین ملت است، با هم فرقی نمیکنه. من طرفدار ملت باشم طرفدار دولتم، طرفدار دولت باشم طرفدار ملتم. به خاطری که من لایو از همی دوستای ایرانی خیلی زیاد رفتم، اصلا بچه ها کلن طرفدار ضد حکومتن، اونجا عضوگیری هم میکنن، داریم بعضی لایف های دیگه مخالف اونای هم، یعنی کلن زد و نقیز هم دیگه. وقتی شما صحبت کردیم من شما رو دیدم در اونمون لایف که دوستا دانیال داشت در مورد ملت صحبت میکرد که علیه دولت ها. شما هم در لایف اونا صحبت کردیم، به خاطر همی من داشتم میپرسیدم این همی نظر خود شما که اینی زد و نقیز هم گروپ ها این لایف ها. من خودم ماندم هدف اینا چیه؟ چه هدفی دارن؟ عضوگیری علیه حکومت ها یا عضوگیری؟ شما درست میفهمید. ببینید این فضای مجازی، دو تا دشمن هم میتونن تو فضای مجازی صاحب ها با هم گفتگو بکنن. این دلیل نیست که من برم توی یه لایوی که مخالف حکومته منم عین اون باشم. نه، دلایل فرق میکنه، هر کی راه خودش. ادامه. سلام بود. ببخشید آقا رضا، من اصلا نشیدم اینترنت من خرابی میکرد، ببخشید. یه بار دیگه بهتون بگو آقا رضا. اگه لطف کنیم آقا رضا. بله، من در یه جایی هستم، چند تا نامه از این برابر باید امضا بکنم، چند تا کار هست باید به اون خاطر یه جایی مثلا توجه من میره. عوض میکنم دوباره گفتم، توضیح که دادی یه بار دیگه بگو. من گفتم دلیل نداره که من مثلا یه جایی باشم که ضد نظرات و دیدگاه منه، من این اون باشم یا اون بیا طولای به من ضد نظر من باشه، این من باشه. دیدگاه متفاوت مختلفه، مهم اینه که ما با هم صحبت میکنیم یا به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. تمام. آها متوجه شدم، باش. بسیار زیاد تشکر. تشکر از صاحب لایف. ببخشید من نامتان نمیفهمم بازم. تشکر. من سید آقای پوشت هستم. شما خودتون رو معرفی نکردین، اهل کجا هستین، کجا زندگی میکنین؟ بابا منم یک دختر افغان، 12 سال ایران بودم، 24 سالم پاکستان. کلن دوران همین جنگ اول طالبان که شروع شد
به خاطر که خانواده ما کشتن، آقای مجبور شد فرار کردیم رفتیم. من الان که اینطوری صحبت میکنم به خاطر اینه که خیلی دارن ایراد میگیرن. و چرا من ایرانی صحبت میکنم بعضی مواقع؟ به خاطر همین من 6 سال روی زبان خود تمرکز کردم که بتانم یعنی لهجه خود صحبت کنم. اینال خود من باشنده چینم فعلا، 4 سال اینجا درس خواندم، 2 سال کار میکنم. ایشالله که موفق باشین هر جا هستین. خیلی خوشحال شدم، ممنونم که مداخله خوبی داشتین. موفق باشین. سلامت باشین. سلامت باشین. شما هم تشکر از شما که بالا آوردین. خواهش می‌کنم. بازم اگه صحبتی دارین ما در خدمتتون هستیم. سلامت باشین. من پایین میرم دیگه. از آقا رضا فقط خیلی سوالات در ذهن هست ولی ماندیم. بعضی مواقع اگه گپ خست حتما میپرسیم، اگه نه که هیچی، در پایین گوش میدیم گپای شما رو. منده باید بیلن. پس خداحافظ. زیر خواب شماست هنیه جون. خب دوستان،